جاده های مرگ و افزایش تصادفات. هر سال چندین هزار نفر از هموطنانمان در جاده های کشور جان خود را از دست می دهند و چند صد هزار نفر هم بر اثر حوادث ترافیکی مصدوم و معلول می شوند. آماری حیرت آور که رژیم آخوندی را از میان 190 کشور دنیا در ردیف 189 قرار داده و تنها کشور سیرالئون به نسبت جمعیت میزان تصادفات بیشتری از ایران دارد. از جمله هفته گذشته در تصادف خونین جاده سوسنگرد 4 دختر دانش آموز جان باختند و 2 معلم و مربی هم درگذشتند. روز 10 شهریور نیز در یک تصادف مرگبار در جاده داراب 12 دختر دانش آموز از نخبگان دانش آموزی کشته شدند. این دانش آموزان از داراب به شیراز می رفتند. 33 تن از آنها نیز مجروح شدند. خبرگزاری رویترز نوشت رژیم ایران دارای یکی از بدترین آمار تصادفات جاده‌ای در جهان است، در حالی که کارگزاران رژیم آخوندی مدعی کاهش آمار تصادفات هستند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس در 21 آذر 96، فجایع رانندگی سال 96 وحشتناکتر از تمامی پیشبینی ها بوده است. این خبرگزاری حکومتی میزان تلفات فروردین ماه را 1164 کشته اعلام کرد. همچنین نوشت طبق آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی در سال 96 بیشترین کشته های حوادث رانندگی مربوط به شهریور ماه با 1746 نفر و پس از آن تیر ماه با 1610 نفر بوده است. ضمن آنکه روز 9 تیر ماه با 77 کشته پرتلفات ترین روز در نیمه اول امسال بوده. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1474 فوتی 9.5% بیشتر شده است. در نیمه اول امسال نیز 5758 نفر در محورهای برون شهری، 2331 نفر در مسیرهای درون شهری، 585 نفر در مسیرهای خاکی روستایی و 17 نفر نیز در مسیرهای نامعلوم جان باختند. ۱۷۹۷۹۵ مصدوم تصادف به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این تعداد نسبت به نیمه اول سال گذشته 178,887 نفر 0.5% افزایش یافته است. هر 30 دقیقه یک نفر بر اثر تصادف در ایران می‌میرد و بر اساس اعلام مسئولان سوانح و تصادفات رانندگی سومین عامل مرگ و میر در کشور است که علاوه بر از بین رفتن سرمایه های انسانی هر ساله هزینه های هنگفتی نیز صرف این حوادث می شود. ایرج حریرشی قائم مقام وزیر بهداشت در شهریور ماه امسال اعلام کرده که سالانه 39 میلیارد دلار از درآمد ملی ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل حوادث و سوانح ترافیکی از بین می رود. برخلاف آنچه خبرگزاری حکومتی فارس علت حوادث را عنصر انسانی و مشکلات مربوط به رانندگان عنوان کرده است، یک کارشناس رژیم مشکل خودروهای بیکیفیت ساخت داخل که از قطعات فاقد استاندارد و ناایمن در آنها استفاده می شود و جاده های غیر استاندارد را عامل ازدیاد تصادفات در ایران نامید. هادی هاشمی کارشناس رژیم در امور حمل و نقل و ترافیک به تلویزیون آخوندها در اول مهر 96 گفت حوادث جاده ای به عوامل مختلفی بستگی دارد.
عمده ترین عاملش برمیگرده به راه، یعنی اینکه بستر عبور ما چقدر مهیا هست برای ارزان به حضور شما که تردد ایمن در کشور. ببینید نرخ تراکم راه تو کشور ما الان هست 5.2، یعنی ما به ازای هر 100 کیلومتر مربع 5.2 کیلومتر راه داریم. این نرخ اگر ما بریم تو کشورهای دیگه جستجو بکنیم، راه ما، تنبول راه ما یک فاجعه است. ببینید مثلا این نرخ تو آلمان بالای 260، تو ژاپن بالای 70 هست. یعنی اینو از این حیث دارم عرض میکنم که تنبول راه سبب میشه که اون خطای انسانی زودتر شکل بگیره. یعنی راننده به جهت اینکه راه کم هست و تراکم ترافیک کم از بودن راه موجب عصبی شدن و کم حوصله و بیگذشت شدن راننده میشه، راننده تهاجمی رانندگی میکنه و همین هم موجب بروز تخلفات میشه و این تخلف رانندگی در حقیقت به راننده تحمیل میشه. به این ترتیب یک بار دیگر روشن میشود که علت اینکه در ایران آمار تلفات در تصادفات بیش از تمامی کشورهای جهان است، چیزی جز چپاول سرمایه‌های ملی مردم ایران توسط رژیم آخوندی و خرج کردن درآمدهای کشور در سایر کشورها برای صدور تروریسم و بنیادگرایی به جای خرج کردن برای زندگی و سلامت مردم ایران نیست.